50% بشه کسر بشه. نیما بیرون باش. حکم صادره از مجموع اموال من و فروزش و پولایی که تارا دزدیده سنگین داره. چقدر هست؟ برای فسخ هر موبایل نامه باید نصف قیمت امروزی آپارتمان بپردازی. اوه این که سر به میلیارد میزنه. بله. خب پس پیدا کردن تارا چه فایده ای داره؟ برای فروزش بد نیست که تارا فعلا با پولا گم باشه تا طلبکارا مایوس بشن و به همون دارایی فروزش رضایت بدن. خب این که به ضرر شماست. چون به من از اینکه دستشون به دست نوشتا برسه که نونشون تو روغنه. آخه پیر مرد زوار در رفته، تو رو چی به اسب سواری؟ معلومه میفتی پات میشکنه دیگه. عشقه داداش، عشقه. من به خاطر عشق حاضرم این پاوام بشکنه. بشکنه. خب شنیدم که وقتت برگشته بینم. و چطور؟ کنگر خوردی و توی توتستان لنگر انداختی. روزکاری، شبکاری، از همه بالاتر بیگاری. خار زدم از باغ بهش ساخته. اگه توتستان و حاصل اصلاح خاک و درخت رو ببینی، خودت همین الان قرارداد خرید فیله رو میبندی. من تو توتستانی که سه شیفته باشه و بیگاری باشه هرگز آفتابی نمیشه. صبر کن، وقتی فیلای ابریشم قد یه نارنج بشه، اولین کسی که تو باغ من خیمه بزنه خودتی. خواهرزادت عقلت دزدیده پیر مرد. آخه مگه پیلم قد یک نارنج میشه مگه؟ خب یهو بگو طالبی دیگه. ممکنه نشه، ممکنه بشه قد طالبی. همینه دیگه، برای تو اینجوری میشه دیگه. و همین دلیل تو هیچ وقت بومی نمیشه، این یادت باش. برا بابا تو. ای چی کار میکنی؟ از برنامه خرید هنوز خبر ندارم. عروسی که میای جمعه هفته دیگه است. والا فعلا که خرید سرش به توتستان گرده. به توتستان یا به تارا؟ هر دو. کجا بوده این خواهرزاده؟ خدا میدونه. یعنی شما هم نمیدونی؟ میخواد ندونی. به هر حال این عروسی هزینه زیادی نداره. همین لباس عید تو تنت میکنی پا میشی میای. تا خدا چی بخواد. بفرمایید. دست در نکنه. بریم خواهر سفره رو بچینیم که الان بردا صداشون در. آره بریم. میوه‌تو نخوردی؟ چند وقت پیش که رفته بودم تهران نمیدونی چقدر عذاب کشیدم. چه دود و دم و ترافیک. اصلا قابل زندگی نیست. وحشتناکه. من نمیدونم مردم اونجا چجوری زندگی. چطوری نموجا؟ به به امیر جان خوش اومدی. چند دقیقه برای این پیر مرده بشی. ای بابا. بالاخره کی میخوای شیرینی عروسیتو به ما بدی؟ هنوز زوده عموجا. از اون اگر بپرسی هیچ وقت. از تو میپرسم که مثلا باباشی. ببین اگه امین جان لب تر بکنه هر دختری رو بخواد براش میگیرم تمام شهرم چراغونی میکنم. عمو جان هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اون عاشق بشو نیست. چرا عمو جان؟ خیال رفتن دارم عمو، دوباره رفتن. با اجازه. شنیدم میخواییم برگردیم خارج. من یا نباید برای درس خوندن میرفتم خارج، یا نباید برای کار کردن برمیگشتم ایران. چرا؟ جواب نمیده، جور در نمیاد. ولی شما که کارخونه ریسندگی پدرتون در اختیارتونه. بله، اما در جا میزنه. میدونی تغییری ایجاد نمیشه، پیش نمیره. هر تحریکی که با هدف توسعه باشه انگار با شکست روبرو میشه. من همه روش‌های مدیریتی رو که بلد بودم اعمال کردم، اما انگار توی مرداب فرو میرید. تحصیلات من تو رشته مدیریت به درد اینجا نمیخوره. شاید چون حرکتتون فردی بوده. چطوری میشه حرکت گروهی کرد وقتی هر کسی ساز خودشو میزنه؟ با تشکیل تعاونی. تعاونی؟ تعاونی جوانان نوقان. کدوم جوانان؟ بچه های خانواده هایی که به نوعی تو صنایع نوقان فعالن. ببینید من فکر میکنم که هر خانواده این توان و تمایل رو داشته باشه که برای بچه بیکارش یه بودجه اندکی رو به عنوان سرمایه بذاره تو یک مجموعه موفق. شما مثل این که فکراتونم کردین.
مطالعاتشم کردم. و راهاشو؟ رفتم. اگه تصمیم نداشتم برگردم خارج، حتما روش فکر میکردم. بچه ها رجا ترا نار حاضره بیان. نمیدونم این چطور اونجا پابند شده. این همه سال به به ترا خانم خوش آمدی. خوب شد که آمدی. چطور؟ به عمو احتشام بگو چه خوابی دیدی. خیر باشه. آقای احتشام، تو تستان ما بر اساس اصلاحاتی که روش انجام دادیم آخر این فصل اضافه درآمد داره. خب این اضافه درآمد سهم من محسوب میشه. سهم رجا چی میشه؟ دایی میپردازه. ابزار کارتون چیه؟ ابزار کارو که وزارت تعاون در اختیار ما میذاره. خب نیروی کار چی؟ نیروی کار که یکیش منم که کارشناس کشاورزیم، یکیش هم رجاست که تو صنایع دستی مهارت داره. همین؟ شما دو نفر؟ البته کارشناس مدیریت هم همین الان آمادگیشون رو اعلام میکنن. یعنی من؟ اگه بتونی واقعا این از رفتن به خارج منصرف کنی، سرمایه هر این شما رو من میدونی. ول خرجی نکن پیر من، تا حالا به پول منم نیازی نداره. باشو باشو بریم سر میزنه ها. بفرمایی. ما درد کنیم، خیلی زحمت. بسیار بسیار عالی بود. ممنون از پذیرایتون. خانم احتشام مواظب شوهرتون باشین، دوباره شیطنت نکنه اون یکی پاشم بشکنه. بابا دست از سر ما بردار. خداحافظ شما. خداحافظ عزیزم. آقا آشپزخونه اوپن، کابینتا ام دی اف میشه، سرامیکا مال اصل ایتالیا، سخاب کف سنگ، شومینه اینجا، منظرش هم که ببینی آفتابگیرش حرف نداره. سندش چی میشه؟ سندش مادره. مگه تو مهندسش نیستی؟ یه مقدار بین شرکا اختلافه، حالا تا سند تفکیکشو بگیرم طول میکشه دیگه. پس بین شرکا هم اختلافه؟ بله. خیلی جالبه. این آپارتمان هم مدعی داره، هم شاکی داره، هم سند نداره. آقا اگه روند بازار بود که به مارخر نفروختن. نداداش این معامله شوپناک. سلام. تنهایی؟ نه. بکو؟ کی؟ آصف. مشتری برده. آصف؟ بله. مگه تو مشکلی داشتی؟ نه. پس چطور آصف مشتری برده؟ میخواد به هر وسیله که شده سهمشو بفروشه. مگه میتونه؟ نمیتونه؟ تو هم مثل که بدت نمیاد یه جورایی بادی زیر بال آصف بندازی ها؟ چرا باید بدم بیاد؟ آقا اگه شما خریدار شدی من تخفیفم میدم خوبه؟ نداداش این شهری که تو میفروشی مفتم گرونه. حالا انقدر زود بهم جواب نده، برو فکراتو بکن بعد. به همین خیال باش. سعید جان آقای خسروی دفتر کارت داره. خسروی؟ بله. اگه سوادت نم کشیده و مخت تاب برداشته و عقلت کم شده میخوای این قرارداد رو برات بخونم؟ نیازی نیست. پس برات تعریف بکنم؟ آقا لازم نیست. آقای محترم طبق این قرارداد تا موقعی که با هم نفروشیم معلوم نیست سهم هر کدوممون چقدره. بله، مخصوصا با حکم سنگینی که دادگاه فروزش بازش صادر کرده. حکم دادگاه فروزش چه ربطی به ما داره؟ نداره؟ نه، آقای فروزش تو زندان جا خوش کرده، حاضرن نیست تقاضای تجدید نظر بده. چرا توی ما داره؟ بابا تو زندان داره میپوسه، اصلا قرار نبود تو زندان بیافته. چی همچین قراری گذاشته؟
برو بیرون نیما. نه بمون. نیما برو بیرون. نیما بمون. خیلی خوب بمون. مگه تعهد نکرده بودی در غیاب فروزش شر طلبکارا رو بکنی بره؟ کدوم تعهد؟ راجبی چی صحبت میکنی؟ دست نوشته. کدوم دست نوشته؟ حالا چون نبودنش به صرفته کدوم دست نوشته؟ نبودن چی؟ آقای خسروی اگر فروزش نتونه این همه بار رو تو زندان یک تنه تحمل کنه میدونی که چی میشه؟ چی میشه؟ اقرار میکنه که بنده تاوان گرفتاریاشو بپردازم. مگه نپرداختم؟ مگه مشتری رو از دست ندادم؟ مگه آبروی ساختمون میون نذاشتم؟ وانگهی این طبیعیه، هر غریبی به اولین وسیله نجاتش چنگ بزنه. فروزش هم میخواد توسط من به دیاش صاف کنه. باورم نمیشه واقعا که. نگو باورم نمیشه، تو باورت میشه، تو باورت میشه. مگه تو نبودی مشتری بردی بفروشی که از مرکه فروزش نجات پیدا بکنی، به سر در بری؟ حالا واسه دست بزنم. ببین یادته بهت گفتم جیبتو از پول خسروی پر میکنی؟ با جلب اعتمادش. حالا موقعشه. گوش میکنم. پس من بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. لطف میکنید. من دیشب تا صبح نخوابیدم. چرا؟ لابد شما میدونید که من عازم خارج هستم. بله. و اینم میدونید که صبح تا شب توی گوش پدر و مادرم دارم ورد میخونم. خب ولی شما همه رشته های منو پنبه میکنید. چرا؟ با یک پیشنهاد کودکانه. چه پیشنهادی؟ پیشنهاد عضویت در یک تعاونی. هر پیشنهادی شما رو بیخواب میکنه؟ نه، فقط پیشنهاداتی که باعث بول گرفتن خانوادم بشه منو بیخواب میکنه. اما من فقط یه پیشنهاد کردم، نه اعلان جنگ. ولی تو منزل ما جنگ شده. بیخوابی شما به خاطر وجدان درده. برای چی باید وجدانم درد بگیره؟ به خاطر اینکه شما به خانوادتون و مردم شهرتون بدهکارید. و شما مأمور وصول مطالبات دیگرانید. من سهم خودم رو میخوام. سهم خودتون؟ سهم خودم از دانش و تجربیات شما و امثال شما. مگه شما سهمی هم دارید؟ منم یکی از مردم همین شهرم. شما فکر کردی کی هستی؟ هیچ کس. الو تو ای بشیر، بگو. سلام آقا. چی کار داری؟ در مورد نیماست. نیما؟ چی هست؟ ماشین؟ بله آقا. تو مطمئنی که با نیما در ارتباطه؟ بله که سر کوچه و تای کوچه سوار و پیادش میکنه، ولی مواظبه که توی ساختمون کسی اونو نبینه. ولی تو دیدیش؟ آصفم دیده. پس چرا تا حالا به من نگفتی؟ آقا آصف نذاشت. چرا حاله میگی؟ چون شما مالک اصلی ساختمونید. منم پناه دیگه ندارم، مخصوصا حالا که دیگه آصفم میخواد سهمشو بفروشه و بره. خوشم اومد ازت. اختیار داری بابا. فکر نمیکردم آصف رو لو بدی. از سگ کمترم اگه ولی نعمت خودم رو نشناسم. پس حواستو خوب جمع کن. چش آقا چش. کاری نداری؟ دست شما در نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. الو. سلام آقا عزت، حالت چطوره؟ خسروی هم قربان تو، باز زحمت دیگه. ممنونم آقا. یه شماره دارم میخوام برام شناسایی کنی، زود به هم خبرشو بدی. آره ببخشین دیگه، یادداشت بکن. 67 67. آره 189 تهران 27. ممنون میشم زود خبرشو بهم بدید. تشکر. خدا نگه دارد. خب آقا نیما. بله. خودت بهم میگی یا منتظر این تلفن دوستم بمونم؟ چی بگم؟ اون کیه؟ کیه؟
اونی که هر روز سر کوچه تو رو سوار پیاده میکنه؟ اسمش امیرحسین میریانه. نهار نمیمونی؟ نه، مرخصی ساعتی گرفتم. خیلی خوب، بهت گفتم که من هیچ مدرکی علیه خسروی ندارم. چرا خسروی اینقدر ترسیده بود امیرحسین؟ من تا حالا خسروی رو اینجوری ندیده بودم. چی بگم والا؟ تو فقط بپا ارتباط منو با تارا و پولا و مدارک لو ندی، همین. تو حق خیالت راحت بشه. تو هر موردی که به تارا مربوطه من حواسم جمع. کاری نداری فعلا؟ نه، خداحافظ. خداحافظ. چرا به من نگفتی شخصی به نام امیرحسین میریان سر و کلش دور و بر ساختمون پیدا شده؟ مگه شما از ابتدا به من گفتید بذرمو دارم توی زمین باتلاقی میکارم که از ابتداش حروم غصبی بوده؟ غلطای زیادی. تو هم حلال حروم سرت میشه؟ حالا امیرحسینو که عالیمه، دربدری و بیپدری و یتیمی که عالیمه. داری میری ملاقات فروزش؟ داری منو میبری؟ قانعش کن که تقاضای تجدید نظر کنه، تا حکم صادره بشکن و رقمش پایین بیاد تا ما بتونیم بپردازیم. چی شد؟ باز با فروزش آشنا از آب در اومدی؟ اگه تقاضای تجدید نظر نکنه بازم با هم غریبه میشیم. خب چطوری قانعش کنم من؟ فقط کافیه اسم امیرحسین میریان رو ببری. من نمیدونم شما چرا اینقدر از این پسر امیرحسین واهمه داری؟ برای اینکه میتونه از هستی ساقطمون بکنه. اون که مدرک علی شما نداره. اگه نداشت نصف سهم میریان به فروزش باج نمیدادم. بس داره، ولی خودش خبر نداره. امیدوارم وقتی با خبر بشه که من کل ساختمون رو فروخته باشم از این کشور رفته باشم. شما باید تقاضای تجدید نظر بدید. من باید خلاص شم، همین. من باید بیام بیرون. من باید دخترم رو پیدا کنم. دلم برای تارا تنگ شده. حکم صادره خیلی سنگینه. به جهنم خسروی بپردازه. خسروی که نمیپردازه، شما منو میدونی. ناچاره. خب چرا؟ دست نوشته داره. کو؟ کجاست این دست نوشته؟ دست کیه؟ قول داده. به کی؟ به خودم. کی دیگه حرف تو رو باور میکنه؟ من دیگه نمیتونم، جونم به لبم رسیده. تو مجبوری تحمل کنی. چرا؟ چون پای امیرحسین میریان وسط اومده. موقع مطالعه اصلا شوخی ندارم. منم موقع مطالعه و غیر مطالعه اصلا سرم نمیشه. کتابو برو بذار سر جاش. خدمت شما. این چیه؟ کارت دعوت به عروسی. کتاب بدم. اقلا نگاش کن. خب کارت عروسی دیگه، نوشته به صرف شام و شیرینی بده. ولی نوشته سرکار خانم تارا فروزش. منو معاف کن. یه کارت اختصاصی تارا. نه بابا، عروسیه. همون، چون میدونم عروسیه میگم منو معاف کن. چرا؟ میدونی آخه چجوری بگم؟ چی شده تارا؟ رجا، من کسی رو که آرزوی همسریشو داشتم و نامزد رسمی بود برای همیشه از دست دادن. برای همین میگم من از عروسی معاف کنم. به به آقانیزمان، چطوری؟ آیا میرسه خان؟ ببینم تو چطوری روز جمعه نشستی خونه؟ نرفتی اضافه کاری؟ روز جمعه آخر سال اضافه کاری؟ اونم روز جمعه ای قرار تارا تلفن کنه. آقا من فکری دارم، تو را بیفت دست خانمتو بگیر، برو بیرون دوری بزن، خستگی این خونه تکونیه رو مثلا در بیار. که چی بشه؟ من بایستم خونه، پیغامای تلفنی تو جواب بدم. زرنگی. چی میشه بگیر؟
بفرمایید بشین. خدمت شما. این چیه؟ یه هدیه نقابه. به مناسبت آشنایی با برادر تارا. آفرین آفرین، امیدوارم سبک‌تر از طلا نباشه. کجایی بابا، از الماس هم سنگین‌تره. چی هست؟ یه تلفن. تلفن؟ بله تلفن که داریم. خب این از تلفن شما مجهزتره. مجهز به چی؟ آیفون. آیفون؟ آره. میخوام وقتی زنگ زد صداشو بشنوم. خانم کجا؟ مجلس دعا. پس روز جمعه شما دو نفر میخوایی منو تنها بذاریم؟ میخوام برم دعا کنم. تارا امروز زنگ بزنه تکلیف این بچه رو روشن کنه. التماس دعا. من مخالفم. با چی؟ با تلفن؟ با حضور آقا نیما. شما چقدر به من لطف داریم واقعا. ببینید آقا نیما، من و امیرحسین قراره به هر قیمت و با هر زبونی که شده تارا رو برگردونیم. خب این خیلی خوبه، ایشالا موفق باشین. خب شما نمیذارین. کی؟ من؟ بله شما، کنترل رفتارتون از دست میدین. من قول میدم مثل بچه خوب آروم و دست به سینه بشینم، اصلا هم حرف نزنم، فقط گوش بدم. آقا نیما، من اون دانشجوی سال بالایی رو که با رفتار حساب نشدهش باعث فرار تارا میشد یادم نرفته. منم اون دانشجوی سال پایینی رو که دائما با رفتار حساب شدهش مانع دسترسی من به تارا میشد یادم نرفته. به هر حال من مخالفم. سمیه، داری زیادی سخت میگیری ها؟ شب میری؟ شب؟ مگه بر شام دعوت نیستی؟ نه بابا، اون عروسی تهرونی هاست که بدو بدو میرن و بدو بدو هم برمیگردن. مگه عروسی شهرستانی ها چی جوریه؟ اینجا زور دعوت میشیم عقد کنون که نهار میدن، شب هم که عروسیه و شام میدن. چه جالب. این چطوره؟ قشنگه. خوبه نه؟ آره همینه بپوش. بپوشم؟ آره. الو بابا سلام. سلام بابا. دارم آیفون این تلفن رو امتحان میکنم. شما خوبین؟ ممکن الان تارا پشت خط باشه. باشه چشم. داش خالیه. خوش بگذره بهتون.
مایه؟ سلام، خوبی؟ کجایی؟ چیکار میکنی؟ چه خبر؟ از خودت بگو. سمیه، من میخوام فقط بشنم. چی میخوای بشنمی؟ نیما از دفتر خسروی زندگی من رفته بیرون. تارا، تارا، من باورم نمیشه این حرف تو باشه. این چه حرفی داری میزنی تارا؟ اونی چی داره میگه؟ تارا، من نیما، اون قرار نامزدی داشتیم. تارا، تا یک ساعت دیگه من جلوی چشم باشی. نمیشه، نمیتونم. بابا به مدت شما بازی میکردی؟ تارا، تا یک ساعت دیگه من جلوی چشم باشی. نمیدی؟ حالیته؟ من ازدواج کردم. سلام. سلام. ببینم، یعنی تارا میتونه ازدواج کرده باشه؟ برای اینکه برگرده. آره، خب منظورم ازدواج قانونیه ها. آره، باباش بهش اجازه کتبی و مصری داده بود. چطوری همچین اجازه داده؟ ما که نمیدونستیم، ولی الان معلوم میشه چرا. فروزش میدونسته میفته زندان. دقیقا. محاله، امکان نداره. من که باور نمیکنم. چی شد؟ نمیاد بابا، مشتری الان تو راهه. خب بشیر راه میندازه دیگه. یه آبدارچی؟ ما که بفروش نیستیم.
عزیزم، مشتری های تاپمون رو فایل میکنیم برای آیندهمون. کون مسئول فروشمون کجاست؟ مسئول فروشمون هست؟ آخه نگفت چرا نمیاد؟ دختره ازدواج کرد. تا؟ دختره ازدواج کرد. نه! گفتم من برقاب خودم با هر آدم عاقلی غیر از شما جوانای بیمغز مشورت میکردم همین حدسو میزد. سرقت، ازدواج، فرار با یه داماد از پیش تعیین شده. درسته. وقتی بابا و نامزده ندونن کجاست، خب معلومه خونه شوهر است که. ولی تو هیچ وقت این تو کتت نرفت و باور نکردی. برای اینکه همیشه نیمه جلو چچته. حالا تو چرا انقدر ناراحتی؟ تو چرا انقدر خوشحالی؟ خب معلومه جای دست نوشته امنه. گیر طلبکارا دیگه نمیفته. زیر سر داماد زبل هفت خط آقای فروزش جاش امنه. فروزش چی میشه؟ اینقدر میمونه تو زنده اون تا بپوسه یا طلبکارا دلشون به رحم بیاد و رضایت بدن بیان بیرون. ما دیگه کار از دستمون بر نمیاد. تارا، رجا، پاشین تنبلا، جوانه امروز رو ببین، چقدر میخوابین؟ پاشین امروز میخوایم خونه تکونی رو تمومش کنیم، خواب دیگه بسه. کمک نمیخوای مامان؟ نه، چون تصمیم گرفتم اینجا رو به تنهایی برای ملحق شدم به تعاونی آماده کنم. صلاح مامان؟ چرا نباشه؟ برای اینکه امین قراره که مدیریت تاوانی رو به عهده بگیره. خب بگیره. من میترسم. از چی؟ از اینکه غرور جریه داشه. چطوری؟ بابا تو تارا بفهمن چه احساسی نسبت به امین داری. مامان جان حساسیت شما کاملا بیمورده، چون من تصمیم گرفتم اصلا کلن امین رو فراموش کنم. کاش یا تو دروغ گفتن رو بلد بودی یا من دروغ شنیدن رو. منظورتون چیه مامان؟ تو تا شنیدی امین قراره که مدیریت تاوانی رو به عهده بگیره این کارگاه رو انداختی. یعنی چی؟ یعنی به خاطر امینی که داری به تاوانی ملحق میشی. مامان جان بی خودی دارین سختگیری میکنی. شما که نمیتونید احساس منو عوض کنید. تو که میتونی مامان. سعی میکنم، ولی من هنوزم نگرانم. این که تازگی نداره، شما همیشه نگرانی. تارا؟ بله. نمیخوای بری وسایل هفت‌سینو بخری؟ من برم. آره آخه رجا و مادرش تو کارگاه ابریشم مشغول نظافتن. پس من با کی برم؟ خودت. خودم تنها؟ بله. نه دایی، نمیخوام اعصاب و زندگی به هم بریزه. اون موافقه. باورم نمیشه. باورت نمیشه از خودش بپرس. یعنی من آزادم؟
یه چاپ بزرگ و رنگی اگه میشه از این بهم بدین، رو تو ششم بکنی. باشه چشم، بزرگ و رنگی میشه، اون تا به حالت اول بر نمیگن. باشه اشکالی نداره، ممنون. بله یه لحظه. یه پسر بچه هست با نیما کار داره. چی کار داره؟ میگه یه بسته برش آورده. نیما سلام آقا. نیما بله گفتن این پاکت رو بدیم به شما. چی گفت؟ اون آقا همونجا بود، بکنم رفتش. باشه ممنون. باشه.